دوستان سلام، به کانال فارسی مدیا خوش اومدید. امیدوارم تو بهترین روزهای زندگیتون باشید. با این ویدیو در خدمتتون هستیم با این موضوع که این خرافات درباره گوارش را باور نکنید. پس با فارسی مدیا همراه باشید تا اطلاعات کافی رو در رابطه با گوارش و خرافاتمون در اختیار شما عزیزان قرار بدهیم. بریم سراغ مورد اول. هضم آدامس سالها طول می‌کشد. ممکن است که آدامس برای مدتی طولانی در معده باقی بماند، چون مانند دیگر غذاها در دهان حل نمی شود و معده نیز مانند دیگر غذاها نمی تواند آدامس را بشکند. اما این ادعا که سالها طول می کشد تا آدامس حذف شود حقیقت ندارد. آدامس به اعضای درون بدن نمی چسبد و معده آن را درست مانند دیگر چیزها حرکت می دهد و پس از چند روز توسط مدفوع دفع و از بدن خارج می شود. مورد بعدی، غذاهای تند باعث زخم معده می شوند. در گذشته گمان می کردند غذاهای تند باعث افزایش خطر زخم معده می شود، اما امروز ثابت شده که این ادعا حقیقت ندارد. در بیشتر موارد زخم معده به علت عفونت توسط باکتری به نام هلیکوباکتر و به دلیل استفاده از داروهای ضد درد مانند آسپرین، ایبوپروفن یا ناپروکسین ایجاد می شود. غذاهای تند ممکن است باعث تحریک زخم معده در افرادی که این مشکل را دارند بشود، اما به خودی خود نمیتواند باعث زخم معده شود. بریم سراغ مورد بعدی. بلند کردن اشیاء سنگین باعث فتق می شود. بلند کردن اشیاء سنگین تنها دلیل فتق نیست. فتق به واسطه ترکیبی از فشار و باز شدن یا ضعف عضلانی پوشش حفره شکمی ایجاد می شود. به واسطه این باز شدن بافت یا چربی بدن بیرون می آید. شایع‌ترین انواع فتق عبارتند از اینگوینال، استخوان ران، بند ناف و هیاتال، که هیاتال قسمت فوقانی معده است. مورد بعدی، تنها کسانی که الکل مصرف می کنند دچار سیروز می شوند. اعتیاد به الکل و سیروز ممکن است در ارتباط باشند. سیروز یک بیماری است که در آن سلول های سالم کبد آسیب می بینند و بافت زخمی جایگزین آن می شود. در آمریکا علت اصلی سیروز مصرف و اعتیاد به الکل است، اما سیروز دلایل دیگری نیز دارد. البته مصرف بیش از حد الکل همیشه باعث آسیب رسیدن به کبد می شود، اما همیشه باعث سیروز نمی شود. دیگر عوامل شایع سیروز هپاتیت بی و سی هستند. بریم سراغ مورد بعدی. آجیل ها باعث دیورتیکولیت می شوند. در گذشته به کسانی که مشکل دیورتیکولیت داشتند، وضعیتی که در آن کیسه های دیواره روده ملتهب می شوند و عفونت می کنند، گفته می شد به شدت از خوردن آجیل ها ذرت بودده و غذایی که دارای دانه های ریز هستند مانند توت فرنگی اجتناب کنند. ترس از این بود که غذاها در کیسه های ملتهب گیر می کنند و باعث ایجاد درد می شوند. اما یک تحقیق در سال 2008 انجام شد عکس این عقیده را نشان داد. نتیجه این بود که افرادی که برنامه غذایی حاوی فیبر بالا استفاده می کنند کمتر از دیگران در خطر چنین بیماری هستند. مورد بعدی، لوبیاها بیشترین گاز را تولید می کنند. با وجود جوکای زیادی که در مورد لوبیا و نفخ شکم وجود دارد، حقیقت این است که حبوبات مقصر شماره یک تولید گاز نیستند. مقام اول متعلق به لبنیات است، به خصوص زمانی که سن بالا می رود. بدن دیگر مثل سابق توان جذب قند شیر یا لاکتوز را ندارد. پس اگر بعد از خوردن لبنیات احساس نفخ شکم کردید، این را بدانید که تنها نیستید. اگر می‌خواهید در امان باشید، سعی کنید از محصولات فاقد لاکتوز استفاده کنید یا قبل از مصرف محصولات حاوی لاکتوز از قرص‌های ضد آنزیم لاکتوز استفاده کنید. میزان تحمل لاکتوز حد و مرز ندارد. افرادی که مشکل عدم تحمل لاکتوز دارند، سطح تحمل متفاوتی در برابر محصولات لبنی دارند. در حالی که فرد ممکن است به یک لیوان شیر واکنش نشان دهد، شاید فرد دیگر تا دو لیوان شیر هم بتواند تحمل کند. برخی ماست و بستنی را می توانند تحمل کنند، اما در برابر شیر کاملا ناتوانند. پنیرها به خصوص پنیر سوئیسی و چدار معمولا محصولات لبنی هستند که بهتر تحمل می شوند. اغلب با آزمون و خطاست که مشخص می شود کدام لبنیات و چه مقدار از آن برای فرد بی خطر است. مورد بعدی، سیگار کشیدن سوزش سر دل را تسکین می دهد. برخلاف باور عموم درباره آرام بخشی سیگار، سیگار کشیدن می تواند با سوزش سر دل در ارتباط باشد. نیکوتین می تواند دریچه مری را شل کند. یک عضله بین مری و معده اجازه می دهد محتویات اسیدی معده به مری برگردد. این افزایش رفلکس اسید اساس سوزش سر دل است. مورد بعدی، افزایش سن باعث یبوست می شود. افراد با افزایش سن ممکن است بیش از بیش یبوست را تجربه کنند، اما دلیل این اتفاق پیر شدن کلیه بدن نیست. افراد مسن اغلب برای درمان دیگر بیماری ها قرص و دارو استفاده می کنند که همین قضیه ممکن است یکی از دلایل اصلی باشد. همچنین افراد مسن کمتر ورزش می کنند.
ممکن است درست غذا نخورند و کمتر مایعات مصرف کنند. همه این موارد به یبوست مرتبط است. مورد بعدی، فیبر به رفع اسهال کمک نمی کند. از آنجا که فیبر با درمان یبوست در ارتباط است، اینکه بگوییم روی اسهال نیز تأثیر مثبت دارد شاید کمی با هم جور در نیاید. اما این حقیقت دارد، خوردن غذاهای حاوی فیبر به تنظیم مدفوع کمک می کند، طوری که نه خیلی سخت باشد و نه خیلی شل. فیبر با کشیدن آب از روده بزرگ، آب برای نرم شدن مدفوع را هماهنگ می کند یا مقداری از مایعات را جذب می کند تا مدفوع در روده سفت شود. مورد بعدی، اگر سرطان داشته باشید میفهمید سرطان روده بزرگ تا رسیدن به مراحل پایانی هیچ نشانه ای ندارد. به همین دلیل تشخیص زود هنگام بسیار مهم است. در واقع خطر این سرطان اغلب از سن 50 سالگی شروع می شود و فرد باید هر سال آزمایش غربالگری شامل غربالگری روده، تست خون و تست مدفوع بدهد. مورد بعدی، کولونوسکوپی وحشتناک است. کولونوسکوپی آنچنان که گفته می شود وحشتناک نیست. کولونوسکوپی روشی است برای تشخیص و درمان مشکلات در روده بزرگ و راست روده. معمولا تنها 30 تا 60 دقیقه بیشتر طول نمی کشد و بیمار بیهوشی یا آرام بخش دریافت می کند. با این حال ممکن است آماده سازی برای کولونوسکوپی باشد که باعث ترس مردم شده است. روده بزرگ باید خالی شود و این کار توسط رژیم مایعات و ملین یک روز پیش باید انجام شود. بریم سراغ مورد بعدی، سوزش سر دل دارید نشسته بخوابید. هیچ دلیل قانع کننده پزشکی وجود ندارد که ثابت کند خوابیدن به صورت نشسته علائم سوزش سر دل را کاهش می‌دهد. شاید بالا بردن سر و سینه به طول 10 تا 15 سانتی متر بتواند کمی احساس سوزش سر دل را کاهش دهد. همچنین گذاشتن بالش اضافی زیر سر نیز تأثیر دارد. این مقدار ارتفاع نهایت چیزی است که نیاز دارید، نه اینکه نشسته بخوابید. خیلی ممنونم که با فارسی مدیا همراه بودید. لطفاً ما را سابسکرایب کنید. شب و روزتون خوش.